دوباره خوش آمدید ادامه برنامه صبح زندگی با شما هستیم مهمان خیلی گرامی داریم عبدالوهاب قاطع مربی البته مربی زندگی در برنامه با ما هستن دیر وقت هم است که ندیدیم خوشبختانه امروز رسیدن در برنامه صبح در خدمت شما و ما هستند موضوعی که انتخاب کردیم در رابطه با جوانان مقابله با استرس و نگرانی های موجود که خیلی از جوان ها در شرایط کنونی افغانستان احساس میکنند که ما در بنبست قرار داریم و همیشه ب... تلاش به این میکنن که چگونه نجات پیدا بکنیم با ما جناب استاد هست میخوایم بیشتر صحبت بکنیم سلام صبح بخیر خوش آمدین سلام به شما سلام به تمام دوستا خیلی خوشحال هستم بعد از یک مدت زمان دوباره به خدمت شما و دوستا هستم سپاس از اینکه دعوت ما را پذیرفتید دیر وقت دور بود ندیدیم من احساس کردم خدای نخواسته من به یک سفر تفریحی کاری به نزدیکا رفته بودم اتفاقا و واقعا دق شدم پشت وطن پشت کلتان و خوشحال هستم که برگشت خوشبخ 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 است، خوشبخت هستیم که داریم می میخوایم در رابطه با همو سفرم که سفر تفریح بود صحبت بکنیم و موضوعی که ما انتخاب کردیم در رابطه با همین چالش مشکلات های جوانان است که خیلیشان با استرس و نگرانی های موجود دست پنجه نرم میکنن کارهای خوبه که ما جوان ها چون جامعه ما جامعه جوان است شکر. خدا رو شکر میکنه که جوانان رو زیاد دارن و نقش اصلی و اساسی رو باید با جوان داشته باشن ایدوش. اما در شرایط کنونی خیلی جوان رو که ما میبینیم با میچالش ها و استرس و نگرانی های موجود مواجه هستند. متاسفانه زندگی سخت است یعنی من نمیتونم بیایم اینجا و با کلیگ بگویم زندگی آسان است زندگی سخت است زندگی کردن سخت تر است اما میشه موفق شد یعنی ماناشیس که خب اگه آسان می بود شاید موفقیت بازو لذتش نداشت وقتی اگه انسان موفق میشه واقعا یک حس خوشبختی زیاد برش رخ بله. چرا رخ میده چون یک حالا مشل... مشکلات بوده اصلا آسان نیست که زندگی نه. کنی موفق شوی سرد بلند باشه پول دار شوی ثروتمند شوی روابط اجتماعی خوب بسازی نه آسان نیست نیست و انواع سختی ها وجود دارد در زندگی بشریت اصلا جوان های کل کره زمین امه. با انواع سختی ها رو برستن. اما کشورها نظر به موقعیت هایشان نظر به موقعیت سیاسی و اجتماعی و اقتصادیشان نویت سختی فرق میکنه یعنی یک جوان چینایی و یک جوان آمریکایی هم با استرس های زیاد رو اما نویت استرس فرق میکنه و شدتش فرق میکنه مثلا شدت استرس هیچ وقت به سرحدی نبوده که اگر من بیرون برایم انتحاری مرا نکشه چیزی که ما دو دهه ده خود مثلا ما ده. تجربه داشتیم و از قبلا هم که زندگی های نسل های قبلی را میخوانی که بسیار خوب نبود یا حتی ژنتیکی هم به ما استرس مشکلات اینا انتقال کرده اما جوانان افغان هم میگن بیشتر متضرر از این عرف ها و گپ هست که اصلا مثلا ببینید یک جغرافی های، یک سرزمینه که ساختار سیاسیش معلوم نیست درست منظم نیست ساختار اقتصادی متداوم نداشته اینه تو نبوده که ما شما یک هفت نسل کار کرده باشیم بر اقتصاد معمولا بله. افت و خیزا داشتیم تا زیاد. خواستیم تا خواستیم بیرون شویم باز افتیدیم باز خواستیم من یک سرزمین بله و متاسفانه آدم جگرش هم برش خون میشه مثلا یک سرزمینی که حق داشت مثل سرزمین های مثل ترکیه یا دبی یا ایران یا پاکستان یا هر حق داشت رو به رشد باشه رو به توسعه باشه مثلا به تکنولوژی دسترسی داشته باشه قوی تولیدگر باشه مثلا تولیدات داخلیش زیاد باشه جوانایش که اکثر نفوذش تشکیل میته مثلا صاحب کار باشن چیزی که زیاد بشته شاد جوان ها مثلا جوان ها یک حالت خاص قرار دارن بر نظر من باید آفرین گفت بر اون کسی که یک جوان است و از افغانستان و دشارت کنی که افغانستان با همه منابعی که در اختیار داره در دسترس داره که خیلی از کشورها در تلاش از این است که بیان افغانستان را تصرف کنن از این منابعش منفعت برن اما جوانای های ما و شما که پیشتر اشاره کردین که دوست دارن پولدار باشن دوستان که امکانات داشته باشن اما چرا نداریم یک شکل عزیز دل مثلا ما معمولا راست میگن مورد میشه گفت تهاجم قرار گرفتیم خب به انواع مختلف حتی شاید تا انوزم قرار داریم بله ما الماس زیر پای ما افغانستان نام داره افغانستان سر... یکی از ثروتمندترین کشورهای کره زمین است ما او روزم یک گوگل کنید مثلا <laughs> که چقدر از همی مجموعه قیمت حقیق. منابع افغانستان خیلی بله. جوانان که من شاهد هستم در کنارشان به بخصوص مکان ورزشی زیاد رنج میبرن و زیاد استرس دارن با واسطه که به قهرمانی هم مبارزه میکنن استاد اما فکر میکنن که قهرمانی که در گذشته داشتن او هم آیسا آیس آیس از دست میره یک شکر مثلا یک سرزمین با این همه ثروت اما بدون هیچ ساختاره ثروت زیاد بله مثلا چی نیست مثلا شما نمیتونین دفتن به ثروت برسین شما ساختارمند میرسین مثلا معارف شبی برین چیال داره صحت شبی برین چیال داره وضعیت روحی روانیش جهان اعلان میکنه افغانستان یکی از غمگین ترین کشورهای کشور زمین است مثلا استرس کجا را گرفته جو... ترس و استراب و مشکلات و چالش دیگه سنگینی میکنه در مقابل وزن خوشحالی ها و خوشبختی ها و آرامش و فکر نمی‌کنم آه... که کسی پذیر زیاد جوانای افغانستان است. اصلاً که ما سی پذیر هستیم. نه بس ما ایست. مثلاً من ایست یک مربی. اگر قرار باشم که یک جوانی نمیل از کار کنم و بگویم که ما میخوایم تو را کمک کنم با وجود که در افغانستان استی مثلاً کار پیدا کردن بر سخت است، دسترسی به ثروت بر سخت است آه. یا یک جامعه بسیار او فرهنگ قدیم شده که زیاد نمیتونی است کنی. مثلاً متاسفانه یک جامعه کمک کمک زورگوی شده. آه. خب تو یک جامعه با این همه مشکلات تو باید موفق شوی زندگی خوب و خوش هم بسازی مثلا خانواده هم که شکل میدی خوشبخت باشه تقریبا ناممکن معلوم میشه با اما با اما با... این یک راهکار میخوای مثلا شما خدا یک قوت بر انسان داده که در زندگی شخصیش میتونه بسیار خودش کنترل کنه مثل اسبش میمانه آها بله زندگی مثل اسبش میمانه زندگی مثل بله. زندگی شخصی تان اصلا اسب است آها زیر پای اسب یک جای مثلا سنگ می یک جا... جای چکوری می مثلا سرک اسب سرک بیزار خوب نیست نیز. از شده نیست سرک افغانستان است دیگه بله کوهستانیز بالا داره پایین داره شاید آب بیاید شاید دام بیاید که بخواه بفت است اما شما کاری که میتونین نیست که لحظه به لحظه میتونین برانین انشتین یک جمله جالب داره میگه زندگی مثل بایسکل رانی اگر می نفتین باید پایدل بزنین. اه. اگه میخواین نفته باید پایدل بزنین یعنی دمی دل سختی ها شما فقط داد قیاینده تانه اموال تو نیست همه جوان ها فکر میکنن ده. یا دهی فکر هستن که ما چیکنه زنده بمانیم نه خب این هم درست نیست دیگه مثلا خود زنده بمانین که چی شوه خب همون میگه که فقط جان بسه جان بس سلامت بریم میریم متاسفانه کاش میشد کل زنده خب که دست بال از طرف بسته باشد تا بنده هیچ کاری کرده نمیده نه یک شکل است مثلا دست بال بسته نیست یعنی ببینین باز نه شما نه. باز است این باز است یک ادبیات که ما داریم هم ادبیات شرق اینه. و خصوص از افغانستان یک شکل است که ما دیگه بیخی مهر بدبختی را عدف... یک هم میزنیم میگه عدف ما... پای ما بسته است هدف ما از شرایط کنونی است نه که اصلا با وظیفه داشتیم در گذشته اصلا وظیفه نداشته باشه مثلا بارها گفتم دکاندار بودیم دکان کنیم اقتصاد یک چیز جالب داره عزیز دل مثلا به نظرتان روزانه چند میلیارد افغانی دا یا چند میلیون افغانی حداقل در کابل دست به نشه. میشه این می سر سرک مثلا یک کس جوس میخره یک کس لباس میخره یک کس میره کتاب میخره یک کس پس پول میگیره میره نان میخره پس او پول هم دست کس است که همین پول جری جیلیو... دارن جیلیو... اصلا مثلا دفغانی بعد از مسل که تا میرسه نه یک جالب است مثلا دفغانی میرسه کل ما لباس میپوشیم خی... بی لباس چرا نیستیم یک پس خب مثلا میگن افغانستان ثروتمند نیست باز میبری سر سرک میبینی کرولای 2020 خب مانا نمیتونه یعنی یک سرزمین است با خوشا دست مافیا میگه باشه دیگه خوشا 2020 سوار میشه که هر کس ارکس هر کس که پولدار شد موفق پول شد که مافیا نیست مثلا یک کس تجار کشمش است مشناسین دوستم است بله چهار تا داره او رو زنگ زدن قادسه به یک لنکروزر میخورم این چهار تا خسته ساخته خود من گفتم خدا زیادتر بازم برگشته خدا قادسه بزنس میکنن تجارت دارن جوانی که مثلا کشمش مفروشاجی مثلا خوب کشمش یک دست تجارت مثلا تو باید باید دیگه یک،, یک رقم باشه مثلا نمیتونی که مهر بدبختی را سر زندگی بزنی یعنی زندگی شخصی مرا مقصه شا گفتیم برین مثلا شا... تا شام یک برنامه ثبت کنیم دار یا یک با خوشحال با چهره یک برنامه یاد آسفی سای بخیر ثبت کنیم مثلا ببینین شما اصلا زندگی خودتان یا یک آلم آدم ها مثلا ببینین اصلا اقاسان نبوده. نبوده, شاید داره, داره یک کس ببینه از بیرون بگه جمشید و به خدا ورزشکار از خوب از اطمان پول کافی داره که میره ورزش میکنه ست. دیگه جوانم میمونه نام خدا که ما دوستش داریم ما هم مثلا هم. اما بنده. همت شخصی بوده ما یک چیز به نام غیرت یا همت میگیم آه. برش ورزش کردن که به پیسه نیست متوجه سین با سختی ها رو بر اصلا من یک یکی از دوستای دزدی که من یک ورزشکار از نسل قبلی است نام خدا هم تو بدن داره که ایران بانی امه. که پرسان میکنی تو بدن از کجا ساختی مثل من نیست <applause> مصرف کردیم سر خود. نه میگه با چای شیرین و نان میگه ما حتی نمیتونستیم بریم جیم میگه نداشتیم که تای لیور موتر رو نمیفهم که سیخ و کتی او تمرین میکنه یعنی من ایره میگم که منابعی که شما نیاز دارین لطفا ایره بشنین وگر نه باز خود خودتان گل زدین دیگه به ما غرض نیست. نیست منابعی که ما برای پیشرفت و رشد و مواجه شدن با استرسا ها نفرار از استرسا نیاز داریم خورشید است آفتاب از پدر و پدر کلان کس نیست به کلگی هم داده شده یعنی ما انرژی خورشید ضرورت داریم مسلم آب کلگیز. آب نیاز داریم امروز آب افغانستان در پنج سال الی ده سال دیگه خواستن و خواستن شاید نهایت 20 سال دیگه در دیگالت از لاز موازی با تیل یا گاز ایران قرار میگیره میشه این چی بگم یعنی منابع داریم مثلا من سبزه داریم بود که ما با... مثلا ببینید آب داریم، کو داریم، موادن داریم یعنی 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 چی کار داریم دیگه خب همت می‌فرده اگه فکر میکنیم که بعد از سیاستمداراس نه آمریکا رو حکومتش ساخت اصلا حکومت آمریکا یک نهو گفته الان ما می‌خوایم رک بگیم دیگه موارد اصلا یک حکومت مافیایی در جان مردم خود می‌ذاره از آمریکا رو بگم اصلا شاید از ایران هم باشه از افغانستان هم میشکلی باشه یعنی ما جای اشتباه تکیه می‌کنیم نامش هم می‌مونیم ای از کجا میاد چون پدرای ما خوب دقت کنن از لحاظ روانشناسی چون پدرای ما متاسفانه بیشتر و بیشترش کارمندای حکومت ها بوده اونا تربیه که برای ما دادن یک شکل است که ما همیشه باید وابسته به با کجا باشیم به جای اونا ماش میگیرن خب بله شما 20 سال شده فقط اگر افغانستان فقط اجازه نفس کشیدن بتن ما باز 40 سال بعد کد کلی قسم میکنم ان شاء الله که زنده بونیم پیر شده باشیم موفق بازم برگشتیم به سر نفس کشیدن افغانستان که میمانن یعنی نفس کشیدن دست خدا است یعنی خدا اگر بونه به نظر من افغانستان الا مثلا 20 30 40 سال دیگه میتونه یکی از فوق‌العاده ترین سرزمین‌ها باشه یک دلیلش رو میال میگم هم. ما شما 20 سال شده بازار آزاد داریم چی داریم بازار آزاد داریم یعنی جمشید وهاب احمد محمود میتونه با 5000 افغانی 10000 افغانی تجار شود همون تجاره که نامش بسیار کلان مال میشه و از 5000 افغانی شروع برمیگرده به یک سیاست گذاری دیگه. در س... در ساختار کلان بله, که ماگه ما زمان بود مثلا ما ما دار... نداریم فعلا. علاقمند مثلا سر حکومت سازی درست یک برنامه دیگه باشه. اما فعلا فیلان... ما نداریم خاطرسه. اصلا مهم نیست بلا در پسش نمیخواییم داستا... داشته باشیم اما بخیر داشته باشیم اصلا امیل از که نداریم من منعیسی یک فرد مثلا نمیتونم یک حکومت را که مثلا هیچ کار کردن نمیتونه بیایم یخن شب بگیریم که چرا کار نمیتونی آ یخن خود گرفته میتونم میفهمین چی میگم یعنی تقسیم روزانه خود کارهای خود من زیاد وقتات خودم تنبلی میکنم باز آخرش روسیه را دوام میزنم یا امریکا را دوام میزنم یا من خیلی از مواردی که مشکلاتی که دارم من از یک جوان افغان ما هر کدام ما این روی رفتار شخصی خود ماست اما فرصت که افغانستان داره فرصت است که حتی ایران و پاکستان و چین و روسیه و کی دارن در چهار طرف دارن؟ چگونه ندارن شما یک ساختار کمونیستی چینی نیستین مثلا ساختار سلطنتی نیستی سرزمین که بگوین از بابش و بچهش میمانه ب... یاد ب... یا داود خان بخیر خدا بیا برزش مثلا ما جمهوری شدیم یک دور دیگه بله اصلا آلا هر ساختار کس امی ساختار فیلی هم ساختار نیست که از پدر پدر کلان کس و کس یعنی ساختار چی از خاطر شده شرایط کنونی خب بخو خب تحلیلگرای سیاسی میگه که یک ساختار زورگوی مثلا بدون رأی مردم است اما خب طرف حکومت هم میگه که اینمی شکل نیاز بوده باز، باست... ما وارد متضرر شده ایجا. ما متضرر هستیم من نمیتونم مثلا بیایم بگویم نه ما از بابت نداشتن یک حکومت نادرست متضرر نیستیم خدا جوانای ما گفتید آینده جوانای ما باشه عزیز داد یک،, 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 ساختار بازار آزاد داریم حکومت ها بر بازار آزاد حیثیت یک گارد داره میفهمین رک میخوایم بگویم مثلا حیثیت یک گارد داره باید گارد بیای چی کنه امنیت یا فابریکه یا برق یا نگاه کنه آه. وگرنه داخل ساختار ای که افغانستان هنوز جای نرسیده دست ما اصلا مقصر مستم اگر هر کس دیگر مقصر بدونم باز میگه استاد متوجه باش من با خب یک جوان از من مقصر هستم من با ما به یک جوان در آره اگه اقدام بکنم دستم بس هر جای حکومت بند است نمیتونم که کارم رو پیش برم می خدا نکنه من فکر می کنم یک شکل دیگه است خب ما و شما را وقت اراده کنیم خدام کنار ما باشه هیچ کس خدا خود, خود بدون شک میتونم. کنار ما است اما در شرایط کنونی افغانستان جوانایی که رنج میبرند جوانایی که استرس دارند جوانایی که از تحصیلات باز انگیزه ندارن که ما به زندگی امید بدیم به جای از اینکه بشینم کنارشان گریان کنم مثلا ما دردشان درک میکنم هم دردشان است اما درمان نمیکنم این که اینی هم درمانش کمی میگم اصلا ما درک میکنم دردشان را حس میکنم و مطمئن هستم که کل مایی درد را میکشیم اما اگر بخوایم مثلا برادر نه، بخوایم که موفق شوه برش میگم رفیق دوست عزیز برادر خواهد یا هر کسی اصلا پدر مادر شما اشتباهی که میکنین از اینجا ریشه میگیره به اینجا ریشه داره که شما به دنیای بیرون تکیه میکنین دنیای بیرون دست خداست اصلا اینمی لحظه به بعد شاید آسمان بفته و ما زمین ختم شود اما رفتار فردیتان ای دست خودتان است بله خب نتیجه گرفتن نتیجه گرفتن هست. شما که نتیجه نمیگیرین ی خودش استرس ایجاد میکنه بس خیلی گرفتن بدست مثلا رفتار روزانه تان است بله. ما بارها کامدی مثلا ما که اینجا میایم برازی نمیایم کال بیایم مثلا من خوش ندارم از ساختارهای سیاسی خوب بله. یعنی مثلا خوشم نمی از اینا به خاطر که درست کار نمیکنن کنن کل ما منطق داریم اما من اینجا نمی آیم مثل هر آدم دیگه بیایم حکومت را یا ایره یا اور را ملامت بدانم بله. من میایم مثلا که راه کار بتون به که من منعیسی یک فرد یا یعنی هر کدام ما بتانیم بله. بتانیم خیلی شد بس خیلی جالب بود من را زیاد خوشم اومد این بس خوش میره به برنامه بعدی ما خود این بس ادامه میدیم حتما ان و ما میخوایم کوتا که کمی هدف ما موضوع ما در رابطه با جوانان مقابله با استرس و نگرانی موجود چی کار باید بکنیم که کوتا از این نگرانی ها و استرس کم دور شیم در آینده خوب بیرون بیرون شایم. شایم. نخواهیم بیرون شیم بکشیم خود اگه میخوایم از نگرانی بیرون شیم یعنی چی جمع شد جان ببینید 99 درصد انسانی که زنده است خوب استرس داره در دا اولم گفتم شکل استرس فرق میکنه افغانستان شکل استرسش فرق میکنه با نام انتاری و استشادی و ای و چیزایی دارم اه. مثال استشادی کال بحث جدا داری این دیگه دوستا خفرش آها بله و بحث دیگه ای که مثلا استرس فقط شکلش فرق میکنه در امریکا هم باشی استرس داری در اروپا هم باشی دوستای خارج هم برام میبینن مگه استاد راست میگه اصلا هر جایی باشی استرس داری شما به جایی که بخواین استرس از بین ببرین قوت خود از یاد کن، انگیزی تا نه جملات درست بخوانین کتاب درست یعنی معنای چیز بجایی که بخواین زندگی رو آسان بسازین خود قوی بسازین همیشه خوب پیدا کنه. عزیز دل حالا بجایی که بخوای عریف تا در رنگ بخوای اون دوابتی که ضعیف شوه تو خود تا قوی کو کوره بتونی بزنی بله. میفهمی چی میگم بله، 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 يعني... بله، بله. تو به خاطری که مشکلات زندگی را استرس ها را بزنی نیاز داره که خودت قوی خود کنی تقوی نمیتونی بکنی. که بیای کنی شکایت کنی شکایت کنی گله کنی خیلی بس عالی زیاد خوش, خوش اومد دوستا بخش همکارای تکنیکی و نشریاتی هم تشکر میکنم قبول بتین که بحث ادامه بدین به برنامه من خدمت شما روز بعدی بخیر خودت داشته باشی بس سپاسگزاری میکنم از عبدالوهاب قاطع مربی زندگی واقعا بحث خیلی جالب و شنیدنی و دیدنی که مرا هم انگیزه داد امیل از من خیلی احساس میکنم من یک،, یک جوان خیلی قوی هستم سپاس شما دارست. که قوی قربان خوشحال سپاس از شما ایزیا که بیننده برنامه صبح زندگی بودین بحث جالب و دیدنی از جناب استاد عبدالوهاب خاطرم شنیدین فعلا هم وقفه داریم دوباره برمیگردیم ما رو را همراه باشید